برای خیلی ها این تصاویر مواردی شایع از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. رفتاری که بعضی از جمله اتحادیه اروپا گفتند به هر شکل ممکن با آن برخورد خواهند کرد. اما هرقدر که مقام های ایرانی از وضعیت موجود حقوق بشری خود دفاع می کنند، در خارج از کشور همیشه تحت فشار فعالان حقوق بشری بوده و هستند. اگه تا دیروز تمرکز غرب بر روی برنامه هسته ایران بود، امروز نگاه ها متوجه وضعیت حقوق بشر و نقض اون در ایران هم شده. دولت بریتانیا یکی از این کشورها. و در قالب گزارش سالانه این کشور از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی، آن هم در کشورهایی که لندن نگران نقض حقوق بشر در آنهاست. نه در مرام ما و نه به نفع ماست که یک سیاست خارجی عاری از وجدان داشته باشیم. باور به آزادی سیاسی و اقتصادی و باور به حقوق بشر بخشی از هویت ملی ماست. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه بریتانیا از وضعیت حقوق بشر 26 کشور جهان نام برده شد و از آن میان ایران و افغانستان. هرقدر که این گزارش از تعهد دولت افغانستان در سال 2010 برای بهبود وضعیت حقوق بشر می گفت، در مورد ایران اما حرف از گستردگی سرکوب‌ها، افزایش اعدام و برخورد با روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر بود. مازیار بهاری از سخنرانان این جلسه به ما گفت دلیل محدودیت‌های فزاینده سال گذشته در ایران را باید در انتخابات ریاست جمهوری پیش جستجو کرد. ریشه اتفاقاتی که در سال 2010 افتاد و بعد ما در سال 2009 یعنی در سال 88 جستجو کنیم. متاسفانه همونطور که دیدیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سرکوب شدیدی آغاز شد، عده زیادی دستگیر شدن، عده زیادی شکنجه شدن، بازجویی‌های متعدد و سرکوبی بودش که شاید بتونیم بگیم در فقط ما در دهه 60 در ایران اون سرکوب رو میتونستیم سراغ بگیریم. وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران کار را به آنجا رسانده که برخی در غرب از آن به عنوان بحران یاد می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم مقام‌های از ایران را در فهرست افراد تحت تحریم خود قرار می‌دهند. شاید وضعیت حقوق بشر در ایران به ماراتون نفسگیر دیگری در روابط جمهوری اسلامی و غرب تبدیل شده. مرشد کوهنروز، BBC.